بچه‌ها یه سوال قواعدی خوب دیگه. اولین کاری که باید انجام بدی برای سوال‌های قواعد این هستش که تیتر سوالت رو به خوبی متوجه بشی. تیتر سوال به من چی گفته؟ گفته مشخص بکن اسم تفصیل رو که متفاوت محل اعرابیش با بقیه. پس چی شد؟ من اسم تفصیل میخوام، بعد برم سراغ اسم تفصیل ها که محل اعرابیش یک کدومش با بقیه متفاوته، یعنی سه تا یکسان دارم. برای خودم توضیح دادم، اول تیتر سوال متوجه شدم، بعد اومدم گزینه یک، میگم که اسم تفصیلمو پیدا بکنم اول در هر گزینه ای، و بعدش حالا بیام بررسیش بکنم جایگاهشو. عجبه، چون قبلش من هستش که حرف جر هستش، پس عجبه میشه مجرور به حرف جر. گزینه دو رو با نگاه بکنید، مبتدا خبر. گزینه سه رو نگاه کن، عبارتم تموم شده، این و به من میگه که عبارت قبلی تموم شد. اینجا مبتدا خیر میشه خبر. گزینه چهار رو دقت بکن، مبتدا مونه، مضاف الی، مضاف الی، و حالا ما اینجا خبر داریم. در سه تا گزینه یک، دو و دو، چهار و سه، در این سه تا ما خبر داریم، جایگاه اسم تفضیلمون خبره. فقط در گزینه یک چون قبلش حرف اومده، حرف و اسم جار و مجرور، تنها گزینه که متفاوته میشه گزینه یک.